جهان فرمان کوروش اولین منشور بود. سر به تعظیمش سراسر بابل و آشور. سینه اسپارت را تا قلب یونان چاک کرد، پشت بخت و نصر را ساییده و برخاک. ما از اسلاف همان خونی از آن ریشه ای، پاسدار نام پاک پاس تا همیشه. درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید. تصویر ما رو به صورت زنده از تلویزیون عصر امروز در لس آنجلس کالیفرنیا مشاهده میکنید. من سعید شمیرانی هستم در خدمت شما تا انتهای داستان امروز ما. امروز چهارشنبه 20 اپریل 2011 میلادی، ساعت حدوداً 3:20 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و غرب آمریکا، 6:20 بعد از ظهر به وقت شرق، 12:20 شب به وقت اروپا و 11:20 شب هست به وقت لندن. با امید به اینکه تنی سالم داشته باشید، یکی دیگر از داستان‌های زندگی رو در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم هستم. پیشاپیش از همه شما باورمندان به تمدن ایران شهری سپاسگزاری می‌کنم که در راه رسیدن به خواسته‌ها، یعنی سرنگونی حکومت اسلامی، رسیدن به آزادی، داشتن دموکراسی، داشتن قانون اساسی بر پایه حقوق بشر و حاکمیت این قانون اساسی بر اون کشور، و حاکم میبایست قانون اساسی باشه بر یک کشور متمدن و پیشرفته که در این قانون برابری میان زن و مرد تجلی داشته باشه، بر پایه حقوق انسانی نوشته شده باشه، به دور از تفکرات ایدئولوژیکی سازمانی و یا سیاسی و به دور از عقاید مذهبی و میتونم بگم تهجری که در طی تمام این سالها ایرانیان باهاش برخورد داشتن که جان بسیاری تا به امروز به خاطر عقب ماندگی این جامعه نسبت به زندگی انسانی و اجتماعیش بوده، که ما بتونیم دست پیدا بکنیم به این خواسته ها. از همه شما بسیار سپاسگزارم. برای رسیدن به این خواسته ها ما سال هاست که داریم مبارزه میکنیم و میتونم بگم قرن هاست که جامعه ایرانی برای رسیدن به زندگی خوش و خوب که متعلق به خودش هست، زمین متعلق به خودش هست، آب و هوا متعلق به خودش هست، میبایست بتونه برای خودش تصمیم بگیره، بتونه برای خودش زندگی رو فراهم بکنه تا یک بار که به دنیا میاد از این موهبت بتونه استفاده بکنه، هم به نفع خودش، هم مثل دوندگان 2-14 متر این چوب زندگی رو که به دست هم دیگه میدن. حالا در بعد ورزشیش اگر توجه کرده باشید، دوندگان 2-14 متر هر کدام میدوند و چوب رو از دست خودشون به دست دیگری میدن و دیگری آغاز به کار میکنه. زندگی هم به همین صورت هست. برای رسیدن به پیروزی، ما پیروزی رو چی میپنداریم؟ به چه چیزی میگیم پیروزی؟ بعضیا پیروزی رو فقط در جنگ و خون و آتش و نبرد و حرکت‌های مسلحانه و جنگ و اینجور چیزا میبینن. اما وقتی به فلسفه ایرانی مراجعه میکنی، به سالهای بسیار بسیار دور و پایه‌گذاران حقوق بشر در ایران که بزرگترینشون کوروش بزرگ بوده، میبینیم که برابری درش تجلی داشته. در اون نظام بانوان حق و حقوق داشتند و برابر مرد بودند و در بعضی اوقات حتی بهشون رسیدگی بیشتری میشد به دلیل وضعیت جسمانی که نسبت ضعیفتر بودند نسبت به مردها، و به قول معروف حق آب و گل هم داشتند. خب ما چه اتفاقی برامون افتاده که یک دفعه در کشورمون به مرور این قوانین زیر پای گذاشته میشه
و به جایی میرسه که زن ایرانی به هیچ عنوان حق و حقوقی نداره و در واقع برده مرد هست. اما اگه به کشور برید امروز، حکومت اسلامی از همون سالهای اول یا کسانی که حتی قبل از اینکه حکومت اسلامی به وجود بیاد عربده کشی هایی میکردن و تجدد رو با فاحشه‌گری برابری میکردن و میدونستن، یعنی میگفتن اگه زن ایرانی بدون حجاب با خواست خودش بدون حجاب تو خیابون را بره، به دانشگاه بره، به مدرسه بره، تحصیل بکنه، امروزی باشه و به فکر فرداش باشه، حالا مذهب داره یا نداره براش مطرح نباشه، اینها رو فاحشه‌گری مینامیدند. خیلی از افراد که اولین دانش آموزانی بودن که در سالهای آغازین 1300 1304-5 به خارج از کشور اومدند، فرض بگیرید یکی مثل خود همین کریم سنجابی، رهبر جبهه ملی، یکی از کسانی که سنجابی ها بالاخره نام و نشانی داشتن در اون دوران، یعنی 100 سال پیش در کشور ما، و اینها تونستند با راهی که رضا شاه بزرگ باز کرد و ایران نوینی رو آغاز کرد برای اینکه ایرانیان برن به دنبال تحصیل و بعد از تحصیل و آگاهی بعد از به دست آوردن دانششون برگردن برای کشورشون کار بکنن، این کسان برگشتند و رفتن به دنبال رساله های آخوندها، چرا که موقعی که وارد شدن به کشورهای خارجی در همون روزهای اول فروخته شدن، ولی جامعه ایرانی این رو نمیدونست، این واقعیت ها رو نمیدونست. حالا شاید بعضیا بازم برگردن یک حرفایی رو بزنن، همیشه خدمتتون عرض کردم به نتیجه کار نگاه بکنید نه به صحبت های یک شخص. انسان ها میتونن در زندگی بیان و صحبت های متفاوتی رو انجام بدن، اما عملکردشون بیشتر مهم هست نسبت به حرفایی که میزنن. باید ببینید در صحنه عمل اون شخص تا چه مقدار و چه میزان بر پایه حرفایی که زده استوار بوده. بنابراین کسانی از قبیل رهبران جبهه ملی مثل یکیشون همین به فرض کریم سنجابی و یا نهضت آزادی مثل مهندس بازرگان، رفت مهندسیش رو از خارج کشور گرفت میاد در ایران، نمیدونم میشه آموزگار، میشه پروفسور دانشگاه و به درس جهاد به بچه ها میده به جای اینکه درس بیاموزه. اینها در همون روزهای اول وقتی به خارج از کشور میرن توسط دو کشور که بالا پایین میکردن افراد رو که چه کسانی دارن از ایران میان بیرون، چرا ایرانی ها اصلا این پروانه رو پیدا کردن بیان دانش بیاموزن، این مردم باید در خفقان زندگی کنن و در بدبختی و بیسوادی و بیماری های متفاوت تا ما بتونیم از ثروت این افراد استفاده بکنیم. به همین دلیل وقتی دانشجویانی به خارج از کشور میرفتن در همون روزهای اول خریداری میشدن بدون اینکه حتی نمایندگان مردم با خبر باشن، بدون اینکه حتی خانواده این افراد تا در بسیار از اوقات با خبر بشه، اشخاص متفاوتی توسط کشورهای خارجی و بیگانه تحت نظر قرار گرفتن به مدت 40 سال، 50 سال، و در زمان مشخص وقتی که این کشورها که نان و آب اونها رو در بسیاری از اوقات میدادند و مزایایی در اختیار این افراد قرار می گرفت بتونن اون روزی رو که میخوان به وجود بیارن و از حضور این افراد درون کشور استفاده بکنن، که همین حقیقت انجام شد. ولی متاسفانه جامعه ما دیر متوجه این داستان ها شد به دلیل اینکه چشش رو همیشه بسته بود، گوشاش رو گرفته بود، شعار میداد و روی غیرت و یا تعصب در بسیاری از اوقات صحبت میکرد، که هم غیرت نابجا هم تعصب کورکورانه نسبت به افراد باعث یکی از علل مهم بدبختی ملت ما شد. چرا که دیروز با پخش یکی از کلیپ ها بهتون نشون دادم ما در سالهای 1300 1298 1290 و غیره ما 1% در اون سالی که کمتر از 1%، ولی بعد از 1300 آغازین 1300 ما 2% مثلا فرض بگیرید خیلی باسواد داشتیم در کشور. 98% این مردم بیسواد بودن، سنتی زندگی میکردن بر اساس اون چیزی که در دوره های گوناگون و پشتی خودشون بهشون داده شده بود زندگی میکردند.
به خصوص دورانی که صفویه آغاز به کار کرد و همچنین بعد قاجاریه، مردم ایران بر پایه علم و دانش دیگه زندگی نکردند، رفتن به دنبال مسائل سنتی. این هم خواست کشورهای بیگانه بود که همیشه چه اعرابی که به ما حمله کردند و تونستند با زور مذهب رو جانشین زندگی روزمره ایرانیان و زندگی اجتماعی ایرانیان بر پایه ساخت زمین و زندگی بهتر قرار بدن، همچنین در قسمت دیگه ابرقدرت‌هایی که از ما قوی‌تر بودند، کشورهایی که از جنگ جهانی اول بخوام شروع کنیم که باز خدمتتون عرض می‌کنم که چه میزان به ما تجاوز شد، ایران همیشه بی‌طرف خودش رو اعلام می‌کرد، چه در جنگ جهانی اول چه در جنگ جهانی دوم، و مورد تهاجم این کشورها قرار گرفت و مورد سوء استفاده این کشورها قرار گرفت و همه دستاوردهای ما رو جمع کردند و بردند. کتاب‌های علمی ما، کتاب‌های پژوهشی ما به دست بیگانگان افتاد و با قیمت بسیار ارزان در تاخچه های افراد یا صندخونه های افراد قرار می گرفت که اینها به قیمت بسیار نازل که دستاورد بزرگ جامعه ایرانی از پدران و مادرانش بود طی هزارها فروخته شد و در بسیاری از اوقات به غارت گرفته شد از طریق کشور به خصوص انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه تزاری و این چنین کشورهایی، و بعد اومدن از دستاوردهای ایرانیان که خدمتتون عرض کردم تجربه به آسانی به دست نمیاد. ما دارای 7000 سال تاریخ هستیم که چیزی حدود 2500 سالش نقش بسته و نوشته شده و در تمام کتابهای جهانی این هست، پایه و اساس جهان بر حقوقی قرار گرفت که ما ایرانیان پایه‌گذارش بودیم. اما در این قرن بیستم، آغازین قرن بیستم و بعد دیگه 21، هجوم کشورهای بیگانه به خاطر استفاده از نفت و گاز که بزرگترین انرژی بود آغاز شد و بعد ما رو سرکوب کردن، در بعضی اوقات به دست بیگانه با زور توسط تانک ها و توپ هاشون در جنگ جهانی اول که کشتاری انجام دادن و بعد ایرانیان در قحطی تکه و پاره شدن. بعضی از دوستان هم میگن آقا چگونه میگی در جنگ جهانی اول اینا کشتند؟ خدمتتون عرض کردم کشتن فقط این نیستش که کسی برداره به شما به سمت شما شلیک بکنه یا تیربارانتون بکنن یا ترورتون بکنن. وقتی جامعه‌ای رو بهش حمله میکنی، قحطی درش به وجود میاری که فقط سربازان خودت، افراد خاص خودت یا به قول معروف خودی ها از موهبت اون جامعه، دستاورد اون جامعه، محصولات کشاورزی اون جامعه استفاده بکنند، و نمیگذاری که بیماری رو که شماها به اونجا آوردید این جامعه درمانی پیدا بکنه توسط داروهایی که میشه در اختیارش قرار داد و پزشکانی که میتونستن به داد این جامعه برسن، این چیزی به غیر از کشتار همگانی نیست. کشتار فقط این قسمت نیستش که شما بری با تانک و توپ روی مردم و اونها رو تیکه پاره بکنی، این هم قسمتی از کشتاره که از جامعه ما انجام شد، ولی متاسفانه در کتاب‌های درسی که در دانشگاه‌ها داره تدریس میشه که به دست خود همین آقایون پروفسورها نوشته شده، به خاطر اینکه گندش در نیاد تعلیم داده نمیشه. از جنگ جهانی دوم هست، مقاله های زیادی هست، ولی شما برید رو گوگل، برید سرچ بکنید، برید در دانشگاه ها سرچ بکنید، بگردید در رابطه با این جنایت آشکاری که در کشور ما انجام دادن، به نادر بتونید دست یابی پیدا بکنید به حقایقی که وجود داشته. ما وقتی که رجوع میکنیم به کتاب‌های تاریخی و فرض بگیرید میریم به داستان‌های گذشته تاریخی قرن، مثلا فرض بگیریم چهارم میلادی، در دوران فرض بگیرید شاهپور دوم و غیره و غیره، کتاب‌های متفاوتی نوشته شده در رابطه با حضور جامعه ایرانی و قدرتش در اون زمان، به خصوص در دوران شاهپور دوم که مرد بسیار شجاعی بود و خیلی غیرت داشت نسبت به کشورش ایران و اعراب رو گوشمالی بسیاری در دوران خودش داد. خدمتتون عرض بکنم که در کتاب‌های دیگران رومی‌های اون زمان وقتی که مراجعه می‌کنی می‌بینی که اینها در رابطه با
طلای سیاه اشاره کردند. براتون شاید جالب باشه، 1600 سال پیش، 1400 سال پیش، 1700 سال پیش جوامع دیگه وقتی که به ایران می اومدن 1800 سال پیش بر می خوردن به ماده سیاهی که از زمین داره فوران میکنه. در کتابهای خودشون هم هست، سرداران متفاوتی نوشتن وقتی که به قسمتی از فلات ایران نزدیک میشیم به ماده‌ای برمیخوریم که اگر پرنده‌ای درش گیر بکنه در جا خواهد مرد. این ماده بوی بدی رو داره، خیلی غلیظ و سیاه هست. ایرانیان از باستان اسم این رو نفت گذاشتن که در یونان با نام نفتا ازش نام برده میشد. ولی نفت یه واژه ایرانی است، یک نام ایرانی است که از دوره آغازین حضور ایرانیان در کشورشون و پیدایش چیزی با نام نفت، یک کشف نفت، ایرانیان تونسته بودند از این نفت استفاده بکنند. در بسیار از جنگ ها هم میبینید که حتی تو این فیلم های هالیوودی هم هست، بعدها رومی ها در جنگ علیه خودشون، کشورهای اروپایی و غیره از این نفت استفاده کردن. 400 سال، 500 سال، 600 سال پیش فیلمایی که ساخته میشه هم امروز در هالیوود، این رو ایرانیان از اون سالها بهش دست پیدا کرده بودن و در کتابهای تاریخی هم اشاره‌ای شده به همین مسئله و همچنین اشاره شده به بوی بسیار ناهنجاری که از کنار اینها خارج میشه روی زمین و توان برای هیچ حیوان و پرندهی باقی نمیگذاره که در کنار این بو یا این محل بخواد زندگی بکنه. حیوانات اصولاً فراری بودن از این منطقه. حالا اگر فرصتی شد من با یکی از تاریخدانان در رابطه با این مسئله تو برنامه با شما صحبت خواهم کرد و این دوستان یا این دوست عزیز صحبت توضیحات بیشتری رو در رابطه با تاریخ کشور ما، در رابطه با فلسفه ایرانی و غیره به شما خواهد داد. چرا اینها رو دارم عنوان میکنم؟ به دلیل اینکه بدونید هموطنانم، ارزش جامعه خودتون رو بدونید. این قسمت‌های بسیار مولکولی، میتونم بگم اتمی بود که براتون تعریف کردم، یک اتم از زندگی نامه بزرگ و پرارزش پدران و مادران ما در طول تاریخ بوده تا بتونن به قسمتی خودشون رو برسونن که دارای همه چیز هست، آب و هوای خوب و زمینی که بتونن شخم بزنن، محصولات خودشون رو بکارن، کشاورزی به وجود بیارن و هر روز دستاوردهای خودشون رو یکی بعد از دیگری مثل همون 2400 متر به فرزندشون و نسل‌های بعدی بدن. اما در گیرودار تاریخ ما فراز و نشیب‌های متفاوتی رو داشته‌ایم و متأسفانه بارها خدمتتون عرض کردم هر زمانی جامعه ایرانی خودش رو فراموش کرد، رفت به دنبال تفکرات سیاسی که در یک کتاب نوشته شده که اختصاص به کشور دیگری داره یا مردم کشور دیگری یا حکومت‌های کشورهای دیگر داره و همچنین زمانی که خودش رو فروخت، زمین رو فروخت، رفت به دنبال مذهب و یا دینی که به دست انسانها ساخته شد، پرداخته شد و بعد هجوم آوردن به کشور ما و بعد اون رو جایگزین قوانین اجتماعی کردند، جامعه ایرانی هر روز حالش بدتر از روز بعد شد. دقیقاً مثل یک ویروسی که وارد یک بدن میشه. اگه بدن شما دارای یک ویروس بشه و باشه، شما هیچ موقع حالتون خوب نیست، همیشه به یک صورتی نارضایتی خودتون نسبت به بیماری که دارید در هر جا که باشید ابراز میکنید. این وضعیت جامعه ایرانی است. حال این ویروس ها چگونه میتونن از بدن ما خارج بشن؟ من براتون توضیح دادم. اگه جامعه ایرانی گوش بده به حرفایی که میزنم، فرق نمیکنه که شما به چه نوع حکومتی در آینده ایران، به شکل حکومتی در آینده ایران میخواین رأی بدید، براتون توضیح میدم بازم، به دلیل اینکه شکل حکومت در جوامع مختلف اشکال متفاوتی هم داره. ما هم پادشاهیشو داریم، هم جمهوریشو داریم، اما نه پادشاهی هایی هست که
آزادی خواه باشند، نه جمهوری خواه، جمهوری هایی هست که آزادی خواه باشند و دموکرات باشند. همچنین پادشاهانی داریم در کشورها، حکومت پادشاهی که بسیار سکولار، آزادی خواه و دموکرات هستند. همچنین جمهوری هایی داریم در این سطح. محتوای اون چیزی رو که میبایست جامعه ایرانی روش پای فشاری بکنه مهمتر از شکل نظام هست، چرا که ایران، تاریخ ایران، کشور ایران، دستاوردهای پدران و مادران ما بعد از آزادی و خلاص شدن و رها شدن از شر حکومت اسلامی، هیچ موقع این ارزش‌ها از بین نخواهد رفت و ایران پای بر جا خواهد موند اگر شما بخواهید، چرا که بیگانگان نمیخواستند، کماکان هم نمیخوان. صرف بر اینه که حکومت اسلامی که نوزاد و دست پرورده خود همین حکومت ها هست، کماکان در اون منطقه و کشور ما بمونه تا زمانی که مثل یک نی که گذاشتن در یک لیوان تمام منابع این کشور ما رو و همچنین کشورهای دیگه ای رو که همجوار ما هستن و در یک دوره ای قسمتی از ایران بودن و همین قسمت هایی رو که دارم خدمتتون عرض میکنم بودن و طی سالها از ما جدا شدن، بتونن از منابع این کشورها استفاده بکنن به نفع خودشون. و بعد 50 سال بعد از این، 60 سال بعد از این، وقتی که این کشورها با جمعیتی 3 تا 4 برابر از آنچه که هستن امروز روبرو میشن، قاعدتا نه محصولات کشاورزی دارن، نه دستاورد دیگه‌ای دارن و فقط تنها صنعتشون استخراج نفت هست و یا گاز، وقتی که اینها از بین میبرنشون و اتمام پیدا میکنه، حسابشو بکنید چه اتفاقی برای مردمان اون کشورها رخ میده. صحبت من فقط بر سر حتی ایران هم نیست که فقط ایران به دموکراسی دست پیدا بکنه. من مثال ساده‌ای میذارم تا شما متوجه بشید من چی میگم. شما وقتی که میخواییم برید یک خونه‌ای رو بخرید، یه ریلتوری رو استخدام میکنید، باش قرارداد میبندید که آقا من میخوام خونه بخرم، در یک محل خوبی بر من دنبال خونه باش. خصوصیت‌های محل رو بهش میگی که دوست دارم در کدام محل زندگی بکنم و بعد وقتی که خونه مورد نظر رو پیدا میکنی، قبل از اینکه بخوای بری بخری، میری وارد اداره پلیس اونجا میشی به فرض، میری نگاه میکنی، حتی ریسرچی میکنی، دنبال این هستی، اطلاعاتی هست که آقا در این محل چند تا جنایت اتفاق افتاده، چه میزان دزدی شده، چه اتفاقات ناگواری در این محل به فرض در 20 سال اخیر افتاده، که با خیال راحت تر نسبت به این وریا بهش میگن نیبرهودت یا همسایه‌هات، بخوای دست به عمل چنین کاری بزنی، به فرض 1,000,000 دلار سرمایه گذاری بکنی برای یک خونه که میخوای 50 سال خودت و خانوادت درش زندگی بکنی. پس بنابراین شرایطی رو که شما میپسندی برای زندگی شخصیت، نه فقط سلیقه خودت هست برای انتخاب خونت و منزلت، بلکه همسایگانت رو هم مورد نظر قرار میدی که آقا اینها کیا هستن، این همسایه بغلیم کیه، اون روبرویم کیه. یک نگاهی هم بسیاری که یک مقداری به قول معروف پای فشاری میکنن روی خرید خونه و به خصوص این هموطنان ما در ایرانی ما در خارج از کشور انجام میدن که بیشتر آشنا بشن نسبت به اون محلی که میخوان بخرن. چرا؟ خیلی مهم هست. این فقط مهم نیستش که شما یک خونه زیبا چند طبقه نمیدونم شمالی ویلایی و دارای استخر و جکوزی غیره داشته باشید، باید ببینید همسایگان شما آیا اون چیزایی رو که شما دارند یا حدوداً در سطح شما، حدوداً یک کمی بالا پایین تر هستن یا خیر. این ایجاد پارادوکس میکنه. یک نفر که میخواد منزلی رو بخره، هیچ موقع نمیاد در بدترین منطقه بره بهترین قصر رو بسازه و سعی کنه اونجا زندگی کنه. از چه راهی میخوای عبور کنی بری تو این منطقه، تو خونت؟ پس منطقه و محل مهمه. حالا این رو بیاریم در بعد سیاسی. وقتی که ما راجع به ایران صحبت میکنیم، بسیار حائز اهمیت هست باید برامون باشه که در چه منطقه‌ای داریم زندگی میکنیم، همسایگان ما چه کسانی هستند، آیا اینها تشنه هستند، آیا اینها گرسنه هستند، آیا اینها اموراتشون به قول معروف میگذره. اگر در زمانی اموراتشون نگذره و چند تاشون با هم یکی بشن، امکان داره
به منزل قشنگ من تجاوز بکنن به خاطر امکاناتی که من دارم. پس بنابراین مسائل داخلی کشور نه فقط میبایست برای مردمش حائز اهمیت باشه، بلکه همسایگانش رو هم باید در نظر بگیره. روابط خوبی و دوستانه‌ای و محبت آمیزی نه بر پایه صدور انقلاب، نه بر پایه صدور احکام شریعت، شریعت اسلامی و نه بر احکام سیاسی میبایست عمل بکنه، بلکه با یک دیپلماسی خوب و بر پایه فلسفه ایرانی، همون چیزی که کوروش بزرگ از خودش بر جای گذاشت و همچنین که زرتشت بزرگ در رابطه با اون صحبت کرد 3500 سال پیش، چگونه میباید زندگی کرد. اصلا مسئله دینی و مذهبی نیست، بلکه مسئله بر اساس زندگی بهتر هست، چرا که یک بار به دنیا بیشتر نمیای. اما به قول معروف این آخونده جوری زندگی کردن در حال حاضر که آدم احساس میکنه یه 7-8 بار قبلی به دنیا اومدن تا این مقدار انسانهای شیاد و کلاهبردار و بیرحم و کثیف و ویروسهایی هستن که واقعا اگر جهان از شر اینا خلاص بشه حال و روزش خیلی بهتر میشه. هر چقدر از این ویروس ها کمتر باشه در جهان، حال دنیا و چرخش این جهان به مراتب بهتر میشه. مردم نفس میکشن، مردم تازه متوجه میشن که دارای چه موهبتی هستن که اون رو گفتن موهبت الهی. حال کار ندارم الهی هست، غیر الهی هست، خدایی هست، زمینی هست، زیرزمینی هست، ولی موهبتی است برای هر نفر که یک بار شانس این رو داره به دنیا میاد و باید، نشاید، باید کاری بکنه و این چوب زندگی رو و حقوق بشر رو و زندگی بهتر رو به دست نفرات بعدی بده تا بتونن اونها هم از این موهبت استفاده بکنن. نه اینکه قبلی ها کاشتند و ما خوردیم، ما میخوریم و تا انتها میخوریم و هیچی برای نسل بعد بر جای نمیگذاریم و هر چقدر دوست دارن نسل بعدی برن مجددن سعی و تلاش بکنن بکارن که نسل های بعدی بخورن. متاسفانه در بسیار از اوقات ایرانیان چنین تفکری رو دارا بودند و هستند که فقط جونده هستند، خورنده هستند، پخته خورند، از دستاوردهای دیگران استفاده می کنند، مثل زالو به جان جامعه ایرانی افتادند. از طرف دیگه از چند طرف ما تهدید شدیم و مورد هجوم بیگانه قرار گرفتیم. من در رابطه با جنگ ایران و عراق که بیش از 1,000 میلیارد دلار در دوران خودش خسارت به ایران زد، جنگ 8 ساله‌ای که به 2 قسمت تقسیمش کردم، نبرد ایرانیان باورمند به تمدن ایران شهری، نبردی میهنی تا از مقطع شروع یعنی از 31 شهریور 1359 تا 3 خرداد حدوداً اگر اشتباه نکرده باشم سال 1361، چیزی حدود 2 سال تا پسگیری خرمشهر که این 2 سال رو اسمش رو گذاشتم نبرد ایرانیان باورمند به تمدن ایران شهری، نبردی میهنی برای پسگیری قسمتی از خاک اشغال شده، و بعد 6 سال تعرض حکومت اسلامی با شعار جنگ جنگ تا پیروزی و فتح نمیدونم بصره و کربلا و راه قدس از اینجاست و شعارهای خونینی که خمینی داد برای نابودی جامعه ایرانی. در این رابطه من صحبت کردم، این فقط یکی دیگر از قسمت‌های تحریف شده در دوران تاریخ زندگی ایرانیان در این 32 سال بوده که هیچ کتاب یا هیچ نویسنده و محقق بزرگی در تاریخ پیدا نشده که بره به دنبال فقط حتی همین جنگ 8 ساله که چه ضرر و زیانی به ما خورد. اما از اونجا که حکومت اسلامی همه چیز رو تحریف میکنه، از این سو دانشگاه‌های جهان که زیر دست سلاطین نفت کار میکنند، از آن سو رسانه‌های جهانی که به دست همین سلاطین نفت، بانک‌های جهانی که به دست همین سلاطین نفت هست از سوی دیگه، و مزدوران و جیره‌خورانی که برای یک لقمه نان حاضرند کشور رو بفروشند و جلوی میکروفون ها قرار میگیرند و اطلاعات درستی به جامعه نمیدن، ما به اینجا کشیده شدیم که میبینید عزیزان اطلاعات نادرست دادن به شما در رابطه با آنچه که گذشته در تاریخ ما جا
جامعه رو به جایی رسونده که حالت خلسه پیدا کرده، این جامعه بی غیرت شده. اما کماکان رگ غیرت داره، در زمانهای مشخص دیدیم که این جامعه یک دفعه یک شبه با غیرت شده، چه در روزهای خوش چه در روزهای بد، و در کنار هم قرار گرفته. اگر خوشی بوده به خوشی پرداخته، اگر جشنی بوده به جشن پرداخته، اگر ناراحتی بوده، کشتاری در ایران بوده که در سال 2009 به صورت مشخص در جامعه جهانی نشان داده شد، ولی به صرف جهانیان نبود، به خصوص همین آمریکا که دامن بزنه به حرکت آزادی خواهانه ملت ایران، خفش کردند، خفه شد در نطفه و کهریزکیش کردند و داستان ما به اینجا رسید. اگر این کسانی که جلوی میکروفون قرار میگرفتن واقعیت‌های تاریخی رو میگفتن، وضع جامعه ما به مراتب بهتر از این بود و رگ غیرت جامعه ایرانی به مراتب قوی‌تر میزد و این رگ در صحنه برای پسگیری کشور حضور داشت، وجود داشت. متاسفانه جامعه ایرانی پخش و پلاست، جامعه ایرانی با داشتن اپوزیسیون قوی و مردان بسیار برومند و ایران پرست و ایران دوست و تحصیل کرده و با افتخار در جامعه ایرانی مجبور شدن تکروی بکنند و همین تکروی ها که در انزوا قرار دادشون منجر شد که جامعه ایرانی 32 سال در غربت و 32 سال اسیر چنگال اهریمنی با نام خمینیزم که در یک توطئه جهانی با حمایت کارتل های نفتی و شرکت های آنچنانی خبرگزاری که از میکروب یک عروسک بسیار شیک و قشنگ و مهربان و الهی و دست پرورده نمیدونم عیسی مسیح و نمیدونم برادر خدای کوچک و بزرگ ساختند، این جامعه گرفتار این روزها شد. حال اگر شماها میخواهید واقعا به آنچه که من دارم خدمتتون عرض میکنم آشنا بشید و آگاه بشید و بعد کاری بکنیم، نه اینکه من اینها رو براتون هی دارم تعریف میکنم، از تاریخ شفاهی و مکتوب براتون میگم، سرخط تعریف میکنم، میگم که چه اتفاقی افتاده، شما به عنوان فقط یک شنونده بشنوید و برید، هیچ اتفاقی حاصل نخواهد شد. اگر یک تیم فوتبال رو هم شما در نظر بگیرید، باید عده‌ای بازی بکنند، عده‌ای تماشاگر به پیشوازشون برن برای تشویق، حمایتشون بکنن و با داشتن مربی و سرپرست خوب که در اردوگاه ها قرارشون میدن چندی ماه قبل از رسیدن به روز مسابقه و انتخاب بازیکن برای یک تیم ملی و در نهایت با استراتژی خوب بتونن به پیروزی برسن، منتها در دو بخشه، یک فعالیت خود این بازیکن هاست، در کنارش مربی و سرپرست و در نهایت تماشاگرانی که فقط تماشا نمی کنند، آمدند برای تشویق، آمدند که تیمشون گلی بزنه. ما در صحنه سیاسی بازیکنان رو داریم، افراد نخبه و برجسته رو داریم، عده‌ای به خاطر حفظ آبرو 70 سالشه، 75 سالشه، 65 سالشه فعالیت سیاسی کرده، فعال سیاسی بوده، ولی حاضر نیست وقتی نشستم باهاش صحبت کردم به خاطر حفظ آبرو دست به عمل انجام کاری بزنه. در بعضی اوقات میگه آقا من 70 سال از سنم گذشته، 40 سال به فرض دیپلمات بودم یا فعال سیاسی بودم یا در صحنه مبارزاتی کار کردم، مردم منو به عنوان یک چهره متشخص میشناسن. ازش میپرسم آقا میخوای تمام این مشخصاتی رو که برای من گفتی با خودت به گور ببری؟ انسان‌ها بعد از رفتنشون اگر نیاین در صحنه سیاسی و اجتماعشون شرکت نکنند هیچ به حساب خواهند آمد در آینده، فقط یک نامی تا چند دهه از خودشون بر جای میگذارن اما هیچ موقع در تاریخ نخواهند بود. انسانی همیشه در زندگی موفقه که با تمام دانش و آگاهی در هر زمینه، در زمینه مسائل اجتماعی، ورزشی، هنری، سیاسی دست به ریسکم بزنه. اگر شما تمام این دانش و آگاهی رو داشته باشید اما نخواهید در یک روزی بتونید از اون دانش و آگاهیتون برای رسیدن به اون هدفی که یک روز از در رویاهاتون در خوابتون میپروروندید استفاده بکنید، شما با مرگ چندان قدمی ندارید.
باید کاری بکنید برای این مملکت. این جامعه احتیاج داره به مردان بزرگش. دستاورد جامعه دیروز این مردان بودن و زنان بودن که هزینه های بسیار گزافی از جیب ملت ایران برای این افراد خرج شد و آمدن خارج از کشور. دیپلمات های متفاوتی رو میشناسند، آشنایی با روابط عمومی رو دارند. میباید کاری کرد و الا شما تا صبح بنشینید بر پای همون شخصیت خوب و نجیب و اون چیزی رو که ازش ساختید و حاضر نباشید که یک بار در مسابقه علیه حکومت اسلامی شرکت بکنید، شما دارای هیچ مدالی نخواهید بود. در سطح خانوادتون فقط شاید ازتون صحبت بشه یا چند گفتگویی که در این ور و اون ور انجام میدید. چه ترسی است از رسیدن به یک روز مسابقه و جنگ علیه حکومت اسلامی؟ حتی اگر شکست بخوریم، آبرومندانه شکست میخوریم. نگاه نکنید که بعضی ها همه چیز رو به مسخره گرفتن، همه چیز رو به کثافت دارن میکشن. زندگی و عرف اجتماعی و سیاسی و تاریخی ما رو به لجن کشیدن و دکانداران های رسانه شدن که اصلا مردم نمیدونن اینا چه کار حسنن به قول معروف. به اینها نگاه نکنید. اون چی که من میگم برای پسگیری کشوره و هیچ ترسی نداشته باشید. حتی اگر شکست بخورید، شکست خودش آغاز یک روز پیروزی است. به صحنه ورزشی میبرمتون. چند بار تا به امروز تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف ایرانی در میادین بین‌المللی شکست خوردن؟ چند بار؟ چند صد هزار بار شکست خوردن، چه در بازی‌های انفرادی، چه در بازی‌های تیمی. آیا شما از اون رشته دست کشیدید؟ آیا در سال بعدی در المپیک شرکت نکردید؟ آیا ورزشکارانی که 4 سال پیش در یک دوره قبلی در جام جهانی و یا المپیک یا بازی‌های آسیایی و غیره شرکت کردن، شکست خوردن، در جام بعدی شرکت نمی‌کنن به خاطر اینکه امکان داره مجدداً شکست بخورن و آبروشون بره؟ چرا در صحنه سیاسی این گونه است؟ به دلیل اینکه یکی از بزرگترین عللش افراد مزدوری است و مزدورانی هستند که جلوی تلویزیون‌ها قرار گرفتن و می‌خوان همه رو به کثافت بکشن. اگر جامعه ایرانی توسط حتی اپوزیسیون خارج از کشورش، اپوزیسیون واقعی، نه اپوزیسیون مسخره، اپوزیسیون واقعی، حتی در بسیاری از حرکت‌ها شکست خورده، به معنای اتمام بازی نیست. هنوز راندهای بعدی هست، با اینکه سر و صورتمون همه خونیه، با اینکه ما ضربات بسیار محوکننده‌ای رو در یک جنگ نابرابر از حکومت اسلامی و همچنین از جهانیان تا به امروز خوردیم، اما بازی ایران تموم نشده. و من اصلا از شکست نمیترسم. من از این میترسم که شماها شکست رو قبول بکنید. شما هموطنان عزیز و ارجمند من باور بکنید که دیگه کار تمومه. اگر شما در این فضای آزاد باور کنید که کار تمومه، باور کنید که هموطنان در درون کشور در بدترین وضع دارن زندگی میکنند. من قسمتی رو از زندگی هموطنانم در حال حاضر براتون در نظر گرفتم که شما فقط به دستهای خالی این هموطنانم نگاه بکنید. درون کشور بسیار از شما میریم به کشور باز میگردید، میگید همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، چقدر خوش گذشت. آقا این حرفا اصلا تو ایران نیست، همه پول دارن، همه خوشن. میخوام قسمتی از پولداران کشورم رو به شما معرفی بکنم. اگه بچه ها آمادگی دارند روی لپتاپ من اگر میشه بیاین، من میخوام قسمتی از ثروتمندان جامعه ام رو به شما نشون بدم که در سابق اگر 50 سال پیش ما 40 سال پیش این چیزهایی داشتیم، خدمتون عرض کردم جامعه ایرانی هنوز بیش از 50% در سالهای آغازین 1350 53 4 به بعد نزدیک به 50% هنوز، 45% هنوز بی ثبات بود. کشور یک کشور رو نمیشه در عرض 5-6 سال آباد کرد، یا حتی در 30 سال. اونم از کجا، از چه خرابه هایی؟ این زندگی در واقع ثروتمندانی است که در ایران هموطنان هم دارن میرن برمیگردن و چقدر خوشحالن. اینم بچه ای که در واقع داره بیورلی هیلز ایران رو میگذرونه
و میبینید که چه مقدارم آرایش داره، از همون بچگی بردنش حتما بوتاکس هم زده و در بهترین محیط دانش آموزی با تغذیه رایگان و همه چی آرومه و شما چقدر خوشحالین و چه مناظر خوبی در ایران و چه زندگی جالبی داره میگذرونه. بله، اینم قصرهاییست از این ثروتمندان در ایران که شما تشریف میبرید و بسیار خیلی زندگیه بسیار بسیار زندگی خوبیست و هیچ مشکلی اینها رو تهدید نمیکنه. اصلا داشتن داروخانه مجانی و بیمارستان‌های مجانی، تغذیه رایگان، مدارس بسیار بزرگ که در سطح سوربن و در دانشگاه‌های در سطح سوربن دارن تحصیل می‌کنن این بچه‌ها هستند و می‌بینید خیلی همه چی به خوبی و خوشی و شما هم خوش باشید. شما هم در این کنسرت‌ها و جایی که میرید خوش باشید، ایرانتون هم برید و اونجا هم برید سرمایه گذاری بکنید در بانک ها که بهره بیشتر این بانک ها با نزولی که مردم ایران دارن میدن فایننسینگ که شدن و بیش از 25-30% دارن میپردازن، این بچه ها در واقع دارن میپردازند. این ثروتمندان، اینا رو میبینید، اینا همه ثروتمندن، اینا دارن میپردازند که شماها در خارج از کشور بهتر زندگی بکنید. ایشون هم از فرط رقص و شادی و کنسرت آقای ایکس و خانم ایگرک خسته شدن و گفتن یک چرت بعد از ظهری، شاید به خاطر اینکه دیشب بسیار بهشون خوش گذشته بود، یک چرت راحتی بزنن. اینم که دارید میبینید ویلای خیلی خیلی سطح بالایی است که خب این چیزا اینجا گیر نمیاد، خیلی سخته شما زندگیتون رو بکنید، راحت باشید. اینم داره منظره اوشن ویو نگاه میکنه، اوشن ویوی که اینور هست، شما هستش و شما نمیبینید. خیلی مناظر بسیار بسیار زیبایی است. اینجا هم در واقع قبل از اینکه بخوان برن تو استخر چند هزار نفری که برای تک تک اینها ساخته شده، در اونجا میرن هم دستشویی، هم اینجا یه آبی میریزن سرشون. دوش ها هم میبینید دیگه، در بهترین کلاس ها زده شده و هیچ چیزی کم نیست. اینم پانسیون هایی که مهد کودک هایی که مجانن بچه ها رو دارن بهترین سرویس رو بهشون میدن. انسان خجالت میکشه از جامعه‌ای که چشو به تمام این جنایات بسته و میگن آقا رفتیم ایران هیچ خبری نیست، چقدر خوش گذشت، خیلی خوش گذروندید، به اینجاها سری زدید، به این قسمت‌های کشور سری زدید که یکی دو قسمت نیست. من اگه بخوام بهتون عکس نشون بدم میتونم هزاران عکس از صدها منطقه متفاوت کشور براتون بیارم و نشون بدم اگه وقتم کافی باشه. اگه دوست دارید بیشتر متوجه بشید که در ایران ما چه میگذره، خب بچه ها بیان تو، همه چی آرومه، همه چی خوب و خوش، شما هم پولتو بردی گذاشتی اونجا، بهره 16-17% میگیری و حالش رو میبری. بسیار جالبه. من دیدم اینایی که میرن ایران میان، همه وضع خوب، همه اصلا ایرانی خبرا نیست. این چیزایی که تو لس آنجلس بعضیا میشینن میگن، میدونی چیه؟ اینا خودشون رو سر کار گذاشتن. مردم آسایش، راحت. حالا از این آسایش و راحتی قسمت‌های دیگه‌ای هم دارم براتون پخش بکنم که ببینم کدام یکی فایل هست که به بچه‌ها بگم. بله، اگر میشه بچه‌ها فایل یک رو که در رابطه با کهریزک هست، حرکت‌های کهریزکی که از فقط بچه‌ها دارن تعریف می‌کنن، مثلا اینا رو هم نمی‌شناسم چه کارهایی کردن، چه وبلاگ‌هایی درست کردن و نمی‌دونم، هر کسی هر کاری کرده، هر چیزی که نوشته آزاد هست، آزاد می‌بایست باشه که بنویسه و اگر اشتباهاتی در گفته‌ها و نوشته‌ها هست باید بیان دیبیت بکنن و مشخص بشه برای یک جامعه. اما
دیبیتی در کار نیست. همون هایی که میگفتن آقا شاه چرا تک حزبی درست کرده، این روزگار رو به وجود آوردن، اومدن بیرون سرمایه‌دارا رو گشتن، همه رفتن کاسب شدن، همه یا کنسرت گذارن یا دارای چند فرانچایز هستند، به سن 60 خورده ای رسیدن، موقعی که بهشون زنگ میزنم میگم آقای فلانی شما در تظاهراتی که من ایرانی وجود نداشتم، حضور نداشتم، اصلا نمیدونستم خمینیسم چیه، کیه، چی کار داره میکنه، رفتی شعارهایی رو دادی، گفتی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، بعد رفتی به خمینیسم رای دادی، حالا حاضری که در این راه با سرمایه‌ای که داری و میتونی بپردازی ماهی 100 دلار کمک بکنی، تا هر چقدر ماهی 10 دلار کمک بکنی که این صدا و تصویر رو من به ایران ببرم و یک تلفیقی میان اپوزیسیون داخل کشور، خارج کشور و ایرانیان باورمند به تمدن ایران شهری درون کشور و برون مرز و حضور و وجود فعالین سیاسی در یک رسانه خوب مشخص که فقط خط فکریش آزادی و دموکراسی و سکولاریسم، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر هست، ایجاد بکنیم. برمیگرده میگه که سعید جان من اون زمان به فرض این کارا رو کردم، الان زن دارم، بچه دارم، پسرم دانشگاه میره، خب دانشگاهی در طراز اول میرن و خب با چه پولایی اومدید؟ خب ما در اون زمان کار میکردیم دیگه، حساب پولمون هم نداشتیم، وضع اقتصادی خوب بود، اومدیم اینجا با هزار سختی و مشقت 32 سال پیش، نمیدونی اینجا اصلا ایرانی وجود نداشت. خیلی این چیزا که تعریف میکنن اینا، فکر میکنن مثلا خیلی مشقت کشیدن، حاضر نیستند 10 دلار هم در این راهی که دارم میگم سرمایه گذاری بکنند. و ادعاشون وقتی میشینی باشون صحبت میکنی، پرمدعی ترین انسانهایی هستن که نسبت به دورانی که درش زندگی کردن. آقا در دانشگاه ها نمیدونی چه خبر بود، حالا چی هست یا نیست؟ اون شعاری رو که دادی، اون رژیم به قول خود دیکتاتور رو که سرنگون کردی، حاضری در این مبارزه‌ای که من و ما داریم انجام میدیم ماهی 10 دلار سرمایه گذاری بکنی آقای کاسب، آقای مبارز، آقای شجاع ایرانی، آقای دانشمند، حاضری؟ بریم به این فایل نگاه بکنیم و بازگردیم. پروندهش خودمون باید این نکته رو اشاره کنم، پرونده مربوط به سال 1383 هستش و در اون سال، در تابستون اون سال، به اصطلاح یک سناریو و یک پروژه‌ای در بخش امنیتی طراحی شده بود تحت عنوان برخورد با فعالان اینترنتی و در زیر مجموعه اون پروژه بود که به اصطلاح در چندین مرحله یک سری دستگیری های انجام شد. ما یکی از اون افراد بودیم که در اون سناریو دستگیر شدیم و بعد مراحلی در زندان و ماجراهای زندان و بس اعترافات و شکنجه مطرح شد که به یک نوع افرادی که بازداشت شده بودن رو میخواستن برای اینکه بازیگران اون سناریوی امنیتی باشن که به یک نوع میشه گفت تصویه حسابی بود و یک جنگی بود، یک جناح علیه جناح دیگر و بخاطر برای میشه گفت برای از میدون بدر کردن جریان دیگه ای بودش که ما در اون سناریو به اصطلاح یکی از قربانیان اون سناریو شدیم و تحت شرایط خاصی که اونجا بودش که حالا شرح خواهیم داد، به اصطلاح اعترافاتی اونجا در زندان داشتیم که دقیقا در چارچوب اون سناریویی بود که طراحی شده بود از پیش و زمینه بسیار بلندتر از اون مدت بازداشتی داشته، چیز بوده چندین سال قبلش به زمین سازی های انجام شده بود تا به محل عملش برسه. به خود من اصلا صراحتا گفتن که ببین این پرونده اصلا حقوقی و قضایی و اینا نیست و یک پرونده کاملا سیاسیه و تو باید با ما همکاری کنی، به این معنا که باید اعترافات و سناریویی رو که ما داریم شما کاملا بپذیری و این رو جزو اعترافات خودت بیاری. و پس از اون تازه آقای به اصطلاح بازجوی یک سرمقاله‌ای رو داد که روزنامه کیهان منتشر کرده بود، همین نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان آقای شریعت مداری نوشته بود به نام
خانه عنکبوت و گفت که این محوراشو باید حالا در اعترافات خودتون بیارید و فکر کنم با بعضی دیگه از بچه هم این کارو کردن. وقتی آدم بازداشت میشه تا در این همشه من مثال میزنم تا در اون شرایط قرار نگیریم قابل درک شاید نباشه. مثلا برفرض خود من قبل از اینکه بازداشت بشم، خب پای صحبت بسیاری از کسانی که بازداشت شده بودن و تجربه داشتن نشسته بودم و به اصطلاح داستانهای مختلفی در مورد این قضیه شنیده بودم، اما هرگز تصور، اون تصوری که در ذهن من بود قابل درک نبود. یه چیزی بود که به اصطلاح به عنوان کسی که ناظره داره میشنوه، از کسی فقط میشنیدیم. وقتی به زندان، وقتی بازداشت شدم، عملا لمس کردم اون چه که اونها میگفتند رو. در مورد شرایطی که در بازداشتگاه برای آدم فراهم میکنم و به خصوص برای خود من، واقعیت اینه که من در یک عبارت اگه بخوام بگم، آزمون تلخ زنده به گوری بود. خوبه که اون لحظه اول رو خدمتتون عرض بکنم. من قبل از اینکه بازداشت بشم یک مقاله نوشته بودم به نام اتاق معجزه در مورد همین اعتراف گیری. وقتی که منو به اتاق بازجویی بردن با چشم بسته و دست بسته، یک صدایی به من گفت که میدونی کجا هستی؟ من گفتم که نه، در حالی که تقریبا حدس میزدم که کجا هستم. اون به من گفت که اون صدای بمی هم بود، به من گفت که تو الان در اتاق معجزه ای. و من یک نیشخندی زدم، در واقع به حالتی که بی اعتنا بشم به این حرفش، به معنای این حرفی که داره میزنه، که به محضی که من این کار کردم دیگه واقعا نمیدونم چقدر طول کشید که من کتک خوردم و اینا اصلا بیهوش شده بودم. در واقع منظور من اینه که یک چنین آغازی هست در اتاق معجزه و پس از اون هم این زدنها، شکنجه های جسمی به طور مداوم ادامه داره. تحقیر، توهین، فحاشی و غیر از اون شکنجه های روحی که در واقع اون چیزی که آدم رو در اونجا از پا در میاره شکنجه های روحی هست. شکنجه های روحی از خدمتون عرض بکنم تهدیدهای خودت و خانوادت و بچت و اینا همه شروع میشه و تا نمایش های اعدام و نمیدونم، خیلی وحشتناکه واقعا. فضای زندان در شرایط اولیه به شدت شرایط سخت و بسیار سخته که انسان رو بشکنه. تمام شرایط به این شکل چیده میشه برای یک زندانی. خود سلول انفرادی، من هرگز قبل از اینکه بازداشت بشم هرگز فکر نمی‌کردم من شخصا که در زندان هنوز هم یک سلول انفرادی به اون شکل به معنای کامل مثل یک قبر وجود داره و اصلا هم فکر نمی‌کردم که هنوز هم روزنامه نگار یا یک فعال سیاسی که فقط تنها سلاحش قلم و نوشتن و فکر کردن هست، در همچین مواقعی مورد ضرب شرط و جسمی قرار بگیره. ممکنه که روش های مقداری متفاوت باشه ولی در مجموع یک کلیتی وجود داره و اون در مورد ضرب شرط و اینا که خب واقعا مثلا برای مثال با همون چشم بسته و دست بسته منو انداخته رو زمین و زدن، با کابل زدن، سر من رو به دیوار اتاق بازجویی زدن. یعنی اینی که میگم زدن، منظور من یه بار و دو بار نیست، اونقدر میزد که خودش خسته میشد و میگفت که به اصطلاح تو اگه بپذیری حرفای من رو با ما کنار بیای، اون وقت دیگه نه من خسته میشم نه تو اینقدر کتک میخوری. یعنی واقعا اینقدر حجم این قضیه رو من نمیتونم توصیف کنم مگر اون کسی واقعا بره اونجا. این از نظر جسمی، از اون لحظه که وارد سلول انفرادی میکردن ساعت 12 بود دقیقا، 12:01 از سلول منو به اصطلاح دوباره بردن به اتاق بازجویی بدون اینکه به اصطلاح انسان بتونه خودش اصلا پیدا کنه کجاست. وارد یک فضای ناشناخته دیگه میشی و اون هم با فشار و تحقیر و ضرب و شتم و بعد تا چیزایی که اصلا تصور نداره. مثلا برفت با چشم بسته در حالی که نمیدونی که اصلا کجا هستی، یا مثلا برفت مشت لگد بخوری یا مورد ضرب و شتم قرار بگیری. اینا همه در کنار اون فضای روحی ایزوله مانندی هستش که مسئولین زندان و معمولا مسئولین پرونده بر آدم ایجاد میکنن و تشدیدش میکنن. واقعا کلیه ورودی مغز و ذهن آدم مسدود میشه
و هیچ ورودی شما ندارید، ارتباط به طور کلی قطع شده با همه دنیا. از نظر باز جسمی شکنجه های دیگه ای وجود داره، مثلا برای مثال دستشویی رفتن رو محدود میکنن. برای شخص من اینجوری بود، برای بچه هایی که با ما گرفته شدن همینجوری بود، هر بارم 3 دقیقه. حتی حموم اگر یه موقعی مثلا هر 10 روز 15 روز یه موقعی آدم رو ببرن حموم، همین وضعیت وجود داره. در زمانی که ما در زندان تن به یه سری اعترافات دروغین دادیم که واقعا همش دروغه، یعنی شما اون اعترافات رو منتشر هم بکنن میبینید که چقدر بیپای و اساس هستش. اون اعترافات بر اساس یک تصمیمی بود که شخص در زندان میگیره برای اینکه بتونه خودش رو نجات بده و در فضای قرار بده بتونه حداقل خودش دفاع بکنه. برای ما در دفتر دادستان تهران آقای سعید مرتضوی در واقع انجام شد و ایشون ما رو در واقع 3 روز پیاپی خواست، البته یه روزش من نبودم، گفت که شما یا به زندان طویل المدت محکوم خواهید شد و همین الان ماشین هست میتونه شما رو ببره، ضمن اینکه برای خانوادتون ممکن اتفاقی بیفته. هزاران نفر تصادف میکنن، این عبارت ایشون بود، گفت هزاران نفر در این کشور تصادف میکنن، ممکن هر کسی به هر حال اتوبوسی، کامیونی، ماشینی بزنه و طرف بکشه. اگر با نظام باشید همه چی دارید و اگر نباشید از زندگی کلا ساقط میشید. ایشون همونجا گفت که من یک ربع این مملکت هستم، یعنی در واقع یک چهارم، که این موضوعیه که ما با آقای شاهرودی هم در میان گذاشتیم و ایشون گفت که آقای مرتضوی به شما نگفت که اون 3 ربع دیگه کی هستن. این به این نشان من میخوام یادآوری بکنم این قضیه رو. علارغم اینکه این سناریوها بارها و بارها افشا شده، متاسفانه باید بگم حداقل در مورد تجربه خود ما، وقتی ما اون توبه نامه ها رو منتشر کردیم و یا اون بحث مصاحبه تلویزیونی مطرح شد، ما از 2 جنبه تحت فشار قرار داشتیم همیشه. اون یک جنبه این بود که ما با بخشی از قوه قضاییه اصلا طرف بودیم که به اصطلاح عامل و به اصطلاح هدایت کننده همین سناریو بودن و اونها هر لحظه ما رو تحت فشار قرار داده بودن، ما رو خانواده‌مون و همه مسائل کاملا یک کار غیرعادی بود در اون شرایط برای ما. ما متاسفانه در سوی دیگر قضیه بخشی از جامعه و به خصوص بخشی از نخبگان و بخشی از حتی بگم متاسفانه همکارای خودمون هم نتونسته بودن اون قربانی و اون طرفی که مجبور شده همچین اعترافاتی رو علیه خودش انجام بده رو درک بکنن. اینها اتهامات خیلی خیلی عجیب غریبی میزدن که اصلا نه در گذشته من وجود داشته نه در آینده من حتی میتونم بگم وجود. برای مثال مثلا میگفتن که شما مثلا جاسوس CIA هستی. خب یه چیز عجیب غریبی بود. منی که دبیر گروه فرهنگی یک روزنامه بودم و در همون مملکت داشتم زندگی میکردم، یا مثلا به من میگفتن که شما 200 نفر رو سازماندهی کردی که مثلا آقای خامنه ای رو سرنگون کنید. با اون فشارها و این تهدیدها و این اتهامات عجیب غریبی که به آدم میزنن، یک نقطه‌ای وجود داره که آدم رو از خشم منفجر میکنن و اونجا لحظه ایه که شما فکر میکنی که بذار من خودکشی کنم همینجا، یعنی در واقع خودم رو نابود کنم، بر علیه خودم اعتراف کنم، ولی اون کسایی رو که من دوست دارم بهشون آسیبی وارد نشه، چون مدام بهت میگن که بچه تو میکشیم، برادرتو میگیریم، نمیدونم اون یکی رو تصادف میکنه، پدرت رو در حال مرگ، از این حرفا. من شخصا در مورد پرونده خودم و مطمئنم در مورد 99% افراد دیگه هیچ اتهامی و هیچ جرمی انجام نشده، همش یه سری توهماتی هستش که بخشی از حکومت متاسفانه این توهم و توطئه رو داره که احساس میکنن همه دارن درش توطئه میکنن، همه دنیا وایسادن هیچ کاری ندارن. خب این قسمتی بخشی از میلیارد اتفاقاتی است که درون کشور ما افتاده و کماکان میفته. همه چی آرومه، شما چقدر خوشحالید، شما رقصتو ادامه بده. این دفعه با 2-4 عربی برقصید و سرمایه‌تون رو بیشتر ببرید بذارید تو بانک ها، بازنشستگیتون رو بگیرید، حتی رو خط که میان صحبت کنید توان و جرأت بیان مطالب درست خودتون رو ندارید، حتی نام خودتون رو نمیتونید مطرح بکنید. تا این حد شما رو ذلیل و خوار کردن که جهانیان از این ور هر آنچه که دارند به شما میگویند و شما انجام میدید.